باشید ببینم. بلند شید که کار داری. وای با صبح شد تو مثل خروس بلند شدید. بابا چی کار داری با ما؟ بابا میخوام پولدار بشیم. یه ایده پولساز دارم. آقای کارگردان ببخشید، شما گوز یاد میخوری. هر روز بلند میشی میگی یه ایده پولساز دارم فلان فلان، بعد هیچی به هیچی. نه خدای این یکی خیلی پولسازه. خب حالا بگو ببینم چیه. خونه رو اجاره میدی. خب این ایده کجاش پولسازه؟ 10 دفعه خونه رو اجاره دادیم. آره خب ببین، تو اجاره دادنهای قبلی کار ما اشتباه بود. نباید خونه رو فقط به 1 نفر اجاره بدم، باید یه خونه رو حداقلش به 10 نفر اجاره بدم. خب چجوری آخه؟ 10 نفر اصلا توی خونه با هم زندگی نمی کنن. خونه های جکسونی. خونه های جکسونی دیگه چه کسجریه؟ ببین نگاه کن، خونه رو 1 متر 1 متر یا 2 متر 2 متر جدا میکنی بعد اجاره میدی. آخه کی میاد یه خونه 1 متری 2 متری رو بگیره؟ همین مستراب خونه ما هست، خودش 2 متر و 20 همون دیگه. ایرانی ها همینجوری کردن که پیشرفت نکردن. ببین مسعود، من ویدیوهاشو دیدم. یه خونه است 2 متره، تخت داره، دستشویی داره، حموم داره، اجاق گاز داره، اتاق هم داره. آخه چجوری توی 2 متر؟ من اجرا میکنم ببین میشه یا نه. به به تموم شد. خب قشنگ شده یا نه؟ آقای کارگردان کارخانه هیولاها بازیات زیده آوردی. این همه در این دوست کار میکنه. نه فریبرز، اینا که کارخونه هیولاها نیست. اینا هر کدوم یه خونه جداست. ها؟ چجوری توی یه خونه 40 متری این همه خونه درست کردی؟ خونه های دوبلکس، تک خواب، مستر، ویلایی، 2 خواب. بابا خونه خودمون کلن 2 تا اتاق خواب داره. بعد چجوری توی این خونه این همه اتاق داره وردی؟ بیاید ببینید، نگاه کنید اینجا رو، همه چی داره. این تخته قابلیت تاشو شدن داره. بعد این که تا میشه تلویزیون از بالا میاد به پایین. حالا تلویزیون که اومد پایین، این بغل دستتون وازلین و دستمال قاضی نه چیزه ببخشید منظورم کتابه، کتاب و وسایل اینجور چیزه. آره بعد داخل این اتاق 1 متر در 1 متر ما یک دستشویی و سرویس بهداشتی در نظر گرفتیم که زیر این تخت تاشوه. آقای کارگردان خودت که دودولی برداشتی خونه رو هم اینجوری درست کردی. بابا مردم بزرگن، اندازه تو نیستن. نه فریبرز نگاه کن، خب این اتاق مختص تو نیست، سایزش ایکس لارجه. تو باید حداقل مثلا 3 ایکس لارج یا 4 ایکس لارج بگیری. آقای کارگردان مگه لباسه؟ متری خونه میفروشن. نه خب فریبرز، اینا یه خورده فرق میکنن. آها لوکیشن که زده اینجا، یه دفعه از پلاک 13 باید همینجا باشه این خونه های ارزون. آخه کدوم خری پیدا میشه بیاد این خونه رو اجاره کنه؟ ببخشید من یکی از این خونه هایی که شما واسه اجاره گذاشتین رو میخوام. سلام بفرمایید. بله همینجا. ایستان تویی که ها شما اینجا اینجا چیکار میکنین؟ چقدر عوض شدین؟ ببین والا داستانش خیلی درازه. حالا بیا یه دونه از این خونه دلبازامونو بهت بدم. نه 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 من غلط کردم، نمیخوام. احسان بیا یه چیز باحال نشونت بدم. چه چیز جالبی؟ دول آقای کارگردانه. این چه کاری آخه؟ چندشا بابا حالا اینا رو ولش کن. تو اومدی اینجا چیکار کنی؟ خونه ها به چه دردت میخوره؟ چیزم این ویدیوهای جکسون خیلی ویو داره و من اومدم اینجا یه ویدیو بگیرم. به به بیا یه دونه مورد دارم اوکازیون، راست کار خودته. ببین کلید نخورده. دلباز 2 متر و 10 سانت. میگم اینجا چرا خالیه؟ هیچی توش نیست. نه دیگه، خب الان بهت میگم که چجوری دیزاین میشه. سمت راستت یه تخت 2 طبقه میاد که حالا اگه یه وقتی مهمونی نداشتی استفاده کنه. جلوی تختت
من واسه یه سرویس توالت ایرانی تعبیه کردم. بعد حالا گفتم شاید یه وقت پاهات درد بگیره، پس چیکار کردم؟ وسط تخت تو یه سوراخ کردم که به عنوان توالت فرنگی هم بتونی استفاده کنی. بعد نگاه کن، یه دونه دوش هم بالای سرویس ایرانی واسه گذاشتم. خب چرا شلنگ واسه دستشویی نذاشتین؟ ببین نگاه کن، واقعیتش اصلا نشد من شلنگ بذارم، چون لوله کشی اینجا خیلی سخته. حالا اون جکسون پدستک نمیدونم چجوری لوله کشی کرده بودن، ما نتونستیم. بعد به خاطر همینم هر موقع بخوای بری دستشویی لباساتو همشو در میاری، آخر سر یه دوشی هم میگیری. خوب احسان جان، حالا این سمتت ما امکانات بیشتری رو واسط گذاشتیم. مثلا نگاه کن، این طرفت کابینت گذاشتیم. کابینت ها رو چجوری گذاشتین این تو؟ دیوار همسایه رو سوراخ کردیم، همش 30 سانته. بابا مردم باید دلاشون بزرگ باشه. تو برای یه دونه کابینت دیوار رو سوراخ کردی؟ احسان، حالا این بحثای حقوقیش به خودمون مربوطه دیگه، تو چی کار داری؟ حالا اونو ول کن، روبروی دستشویی این ور کابینت ها رو نگاه کن، واسه یه اجاق گاز گذاشتم که میتونی برینی بخوری یا بخوری برینی. خب دیگه باشه، حالمو به هم نزن کسافت. احسان، تازه طبقه دوشم مونده، واسه تو تراس در نظر گرفتم. نمیخوام، بس دیگه. آقای کارگردان، باز اتاق من گذاشت. خونه تو رو کنار خونه احسان در نظر گرفتم. همسایه یه سلبریتی میشی، خونه نقلیه، همه چیشم به راهه. آقای کارگردان، خب من الان توی خونه نمیتونم یه پسری نه کسی رو بیارم، چیه؟ آه خب ببین فریبرز، توی خونه کوچیکامون اگه مهمون میخوای بیاری باید یه خونه دیگه هم اجاره کنی. خب دیوار است بینمون، چی رو اجاره کنم؟ بابا یه سوراخ کارتو راه میندازه دیگه، تو دیوار یه دونه تقه بزن سوراخ باز میشه. نامرد، این چیه اینجا درست کردی؟ بابا من تو قبر جام از این بیشتره. خفش سرا در نیادا گیلاس دخترم، کیف کن دیگه، دلبازترین اتاق واسه ماست، میتونی از این سرش بری تا 2-3 قدم اون برتر، بعد دوباره برگردی تا همینجا 2-3 قدم این برتر. خب بذار ببینم این تلویزیون چی داره. چیه داره کانال عوض میکنه؟ به تو چه؟ اتاق خودمه. نه خب میدونم باتریت باید ضعیف باشه، باتری که قویه این بر تلویزیون منم داره عوض میکنه. این چه مسخره بازیه؟ ای بابا، 1 متر خونه توی بالا شهر، خیلی همینم ندارن. اصلا ساکت شو. آقای کارگردان گفتش یه دونه تقه بزنم یه سوراخ تو دیوار باز میشه، بذار ببینم. وای چقدر گرمه. این چیه دیگه؟ ماره؟ وای آی، چیه؟ چی شده؟ ماره اونجا هم از تو رو نیش زداره؟ نه بابا، ماره خودم نیش خورد. یعنی چی ماره خودم؟ ولش کن، بعدم به توضیح میدم. خیلی خوب، دیگه وقتشه که تقاس گناهانت پس بدی پسر. وای شما کی هستین دیگه؟ من نکیرم، من منکر. آخ نکیر و منکر چی؟ بابا من نمردم. همه اونایی که میمیرن همینو میگن. ولی خب من نمردم، واقعی نمردم. بیا برو آقا تو قبری دیگه ای میگن نمردم. بسی چیه؟ بابا اینجا خونمه، دارم زندگی میکنم اینجا. خب این خونه تو الان شبیه قبر، خب بمیری که سنگین تره. همین دیگه، اون کوچوله عوضی این بلا رو سر من آورده. از این مردی دهن اینو گایده. بابا خنگ کسکشو نمیگی، بعد نشته خونه رو تیکه تیکه یه متری کرده، بعد میخواد به همه اجاره بده. بعد فقط کی اومده؟ این احسان کسخل اومده اینجا رو اجاره. بابا خراب کنیم بیساب شده رو. حالا اینو ولش کن، میگم چیزه، یه چند تا از این سوالای امتحانی که قراره اونور بیاد رو به هم بدی. بیلخ آقا، سوال های امتحانی رو که لو نمیدیم. ما اوف
فریبرز برق رفته دیگه، چرا جیغ میزنی؟ وای آقای کارگردان، فکر کردم اینجا انرژیش از این جیغای ما فراهم میشه، مثل کارتون کارخونه هیولاها بود. وای من دیگه دارم اینجا دیوونه میشم، این چه خونه مزخرفیه. وای اینجا چقدر تنگه، بعد منم آخه تو تاریکی یه سری جاها میام فعال میشه. وای 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 آخش راحت شدم. خونه جکتون به یک گوزمن بوده. وای 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 فریبرز چی کار داری میکنی؟ ریدی توی کار و کاسبی بود. آره بابا کار و کاسبی انه، دمت گرم فریبرز، راحتمون کردی. اه خوشت اومده، میخوای باستان بگوزم؟ شما دیگه مسخرهش رو در آوردین، من یعنی پشت دستم رو داغ کنم یه بار دیگه بیام سمت شما. جاجت منم جوته مبابا یا.